در پایان سخن هر آنچه که فکر میکنین نیاز هست گفته بشه، ما در خدمت شما هستیم استاد شهر. متشکرم، محبت دارید، دست شما درد نکنه، لطف شماست. فقط میتونم دغدغه ذهنیمو بگم که دور افتادیم از هویت و اصالت خودمون و میپردازیم به کشورهای دیگه، فرهنگهای دیگه، در صورتی که ما غنی هستیم و کافیه مقدار کنکاش کنیم، مطالعه کنیم و قدر داشته هامونو بدونیم. این خیلی مهمه و من این دغدغه رو دارم. درسته به ما نمیپردازن، درسته دوره نیست که ما قدر ببینیم و بر صدر بشینیم. جناب سعدی علیه الرحمه اون زمان اینو میفرمودن، الان هم همون دوره‌ای که واقعا اینجوری نیست. اما بعضی میگن با یه گل بهار نمیشه، اما من اینو قبول ندارم. تک تک ماها مسئولیت داریم و تک تک ما میتونیم این بوستان زیبا و باستانی ایرانمون رو آباد و زیباتر کنیم. همه میتونیم نقش داشته باشیم. این کسانی که جا میزنن یا به هر دلیلی در میرن از این کشور، فرار مغزها، مهاجرت، که البته شخصی به من مربوط نیست، ولی خیلی از اینا واقعا جا زدن. من معتقد نیستم. همونطور شما میدونید من فعالیت اصلیم تهران بود، اما برگشتم به شهر خودم که اینجا مفید باشم. سخن من همینه دیگه، که ما هممون باید دست به دست هم بدیم برای این آبادی و زیباتر کردن میهنمون و انشالله که توکل بر خدا محقق بشه. دقیقاً. و هدف این گروه و مجموعه پرژین اوارز هم دقیقا همین هست، حفظ فرهنگ و هنر ایرانیان پارسی زبانان در سراسر دنیا. حالا از نظر مکانی هر جا زندگی میکنن تفاوتی نداره، اهمیتی نداره، ولی اینکه چه کاری برای سرزمینشون کردن در حوزه فرهنگ، هنر و علم. و امیدواریم که این روند خوب پیش بره و در ادامه که هدف و ساختن این مجموعه پرژن اوارز، ساختن که همزمان آکادمی این پرژن اوارز هم داره شکل میگیره، مجموعه بشه که هم دولت و معارف حفظ این فرهنگ و هنر ایرانیان باشه و همین که مانند حالا اسکار که داریم جوایزی بعدن در شکل بگیره که جوایز اهدا بشه با آکادمی، با داورانی که انتخاب میشن بعد از این سمینارها و مصاحبه ها، داوران انتخاب میشن در هر گروه و انشاءالله جوایزی داده میشه به عزیزان در هر حوزه فعالیت که میکنن، چه هنری، چه فرهنگی و چه علمی. و انشاءالله که بتونیم از حضور شما هم استفاده کنیم در این آکادمی و در خدمت شما هم باشیم. استاد شهرنه عزیز، متشکرم. خانوم خیلی متشکرم، بانوی گرانقدر و هنرمند، دوست دیرینه، سپاسگزارم. امیدمندم که دیگه هنر در این جامعه فقط مختص به دیدن در تلویزیون بازیگری یا وکالیست ها و سینگر ها نباشه و دوستان زیادی در حوزه نوشتن، نویسندگی، هنر تجسمی هستن که مهجور افتادن ولی بسیار زحمت کشیدن. امیدوارم اونها هم دیده بشن، اونها هم قدر ببینن. انشالله که اینجوری بشه. حتما. و ما خوشحال خواهیم شد شما افرادی را اگه میشناسین در این حوزه به ما معرفی کنید که ما بتوانیم در این دایره معارفی که داره جمع آوری میشه اونا هم حفظ بشن و آیندگان که دنیا به سمت مجازی هست، به خواه نخواه این فایل ها حفظ بشه برای آیندگان که ازش بهره ببرن و بدونن که چه پیشینه ای داشتن. انشالله انشالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. انشالله موفق و پیروز باشین به امید سربلندی و سرفرازی. به مهر و شادی. درود و سپاس مجدد استاد شهرن عزیز، استاد خوشنویس در خطه نیشابور. سپاس از شما بینندگان عزیز پرژن اوارز که مشاهده یعنی این برنامه بودیم و بهره بردیم همه از سخنان استاد شایان عزیز. سپاس تا دیداری دیگر. بدرود.